بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت. آقای رسا سلام، با شما خوش آمدین به برنامه. تشکر. سلام خدمت شما شگوفه و تشکر که دعوت کردین. ممنون. در قسمت بلند بردن صادرات افغانستان گفته میشه تا سال 2023، میشه بگوین که چگونه با چه مکانیزم قرار صادرات افغانستان افزایش پیدا بکنه؟ تشکر. با آمدن محترم اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری، سه هدف بسیار مشخص، سه اصول برای وزارت صنعت و تجارت مناسب کردند که در اصول اول ما تبدیل کردن افغانستان وارد کننده به کشور صادر کننده است. با اول لحاظ ما هدف سید کردیم که در سال 2019، یعنی در سال روان، ارزش صادرات خود را به 1 میلیارد دلار آمریکایی میرسانیم و در سال بعدی ما ای را می خواهیم که 1.5 میلیارد و سال بعدترش به 2 میلیارد ممین کنه. ما هر سال مقدار صادرات خود را افزایش بدیم تا ای که واقعا تبدیل شویم از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده. با مخاطر ما کشورهای منطقه را و برخی کشورهایی که ظرفیت و پتانسیل وجود داره برای صادرات کالاهای ما تارگت کردیم که ما بتونیم بیشتر به کشورها صادرات داشته باشیم. آیا با این کشورها تفاهم‌نامه های امضا شده یا مواردی که بتونه کمک کننده باشه تسهیل بکنه این روند بر افغانستان؟ بله، خوشبختانه ما تفاهم‌نامه ها را به امضا رساندیم. به گونه مثال در صادرات کالا از طریق راه لاجورد یک تفاهم‌نامه میان 5 کشور امضا شده، در افغانستان هم شاملش هست که کالاها را از طریق کشورهای مانند ترکمنستان، ازبکستان، جورجیا، کازاخستان انتقال می‌ده به ترکیه و از ترکیه به کشورهای اروپایی و ما یک دهلیز زمینی دیگر ایجاد کردیم با آذربایجان که خوشبختانه کالای ما برای اولین بار تربوز ولایت فرا که قیمتش پایین شده بود در افغانستان، ما ای را از طریق این دهلیز زمینی به آذربایجان صادر کردیم. یعنی راه لاجورد تفاهم‌نامه‌ای که میان 5 کشور هست و همین گونه چابهار تفاهم‌نامه‌ای که میان افغانستان، ایران و هندوستان هست و همین گونه دهلیز هوایی که ما در حال حاضر به نقاط مختلف جهان صادرات داریم و همه روز ما کالاهای ما از طریق دهلیز هوایی انتقال پیدا میکنه که خوشبختانه ایجاد دهلیز هوایی هم یکی از راه‌های ترانزیتی است که میتونه ما را با هدف 1 میلیارد دلار آمریکایی کمک بکنه. شما از صادرات کالاها از راه لاجورد گفتین و گفتین که تفاهم‌نامه هم امضا شده. میخوایم بدانیم که قرار است چه کالاهای افغانستان از این راه صادر شوه و مشخصاً به کدام کشورها؟ ما از طریق دهلیز زمینی که تربوز دولت فرا را انتقال دادیم، سنگ مرمر را هم انتقال دادیم. از شما در مورد کالاها، نوعیت کالاها سوال کردین و همین گونه از بندر تورغوندی ما شاهد بودیم و بندر آقینه، اینا بنادری بودند که ما کالاهای خود را به از طریق راه لاجورد و چابهار به ایران صادر کردیم. کالاهایی که با ارزش است در کشور ما و بازار خوبی دارد در خارج از افغانستان، به دلیل از اینکه بازاریابی خوبی شده، نمایشگاه هایی که ما برگزار کردیم بازار پیدا کردیم برای کالاهای خود و ما میتونیم میوه تازه، میوه خوش، گیاه طبی هنگ، صنایع دستی، قالین، زعفران، همین گونه قرقل و دیگر کالاهایی که تاجران علاقمند هستند که صادر بکنند. برای اینکه ارزش صادرات ما بیشتر شود و ما بیشتر بتونیم کالاها را صادر بکنیم، نیاز به این است که در داخل کشور سرمایه گذاری بیشتر شود، تولیدات بیشتر داشته باشیم. بدون شک در این زمینه چه برنامه های عملی شده و یا هم قرار است عملی شود؟ تشکری. در اصول دوم وزیر صاحب صنعت و تجارت هست که اونا رشد صنعت که یک بخش بسیار مهم و عمده در کشور ماست که در اونجا ما اولویت برای پارک‌های صنعتی دادیم. به گونه مثال سرمایه‌گذاران میتونن در پارک‌های صنعتی ما سرمایه‌گذاری بکنن. در بخش‌های مختلف ما در حال حاضر می‌بینین که پارک‌های صنعتی زمین در حال توزیع هست، فی متر مربع 50 افغانی جمع زیربنایش که شما گزارش پخش کردین در مورد تکمیل شدن فاز اول پارک صنعتی زراعتی باریکاب و همین گونه ما قرار است چند پارک دیگر در آینده نزدیک روش کار داریم و در مرحله نهایی هستیم که اونا را هم افتتاح بکنیم. سفرهایی که وزیر صاحب به ولایت هرات داشتن و همین گونه به
ولایت مزار داشتند، به پروان داشتند، در آنجا ما پارک ها را دیدیم و طرز العمل را ساختیم برای توزیع پارک ها. بخش دیگه شما صنعتی صحبت میکنین و میگین که در این زمینه کارهای صورت گرفته، در حالی که بسیاری از صنعتکاران انتقاد دارن از اینکه هنوز هم زیربناهای درست در این زمینه وجود نداره، هنوز هم اونا به برق نیاز دارن، به مسائل دیگر که هنوز به او پرداخته نشده یا با بهای بلند به دسترسشان قرار میگیره که ای باعث میشه تا اونا نتونن در این زمینه سرمایه گذاری بکنن یا بیشتر نفت داشته باشن. خب در حال حاضر شما اگر یک نگاه به پارک صنعتی کشور ما بیاندازین، به گونه مثال پارک صنعتی باریکاپ یا دیگر پارک های ما، هر پارکی را که میخواین که کارهای زیربناییش تکمیل شده، از سرکش، برقش، آبش، سیستم کانالیزیشنش و در قسمت رساندن برق هم با تفاهم‌نامه را با شرکت برشنا و سکتور خصوصی به امضا رساندیم که گزارش هم از طریق ترونیوز پخش شد، تمام تلاش ما این است که ما بتانیم کارهای زیربنایی را در پارک ها انجام بدیم. برای این پارک های صنعتی چند ساعته برق داده میشه؟ نظر به ضرورت هست و نظر به نوعیت استفادهش هست. کارخانه هایی هستند که برق بسیار زیاد نیاز دارند. میشه در مورد پارک صنعتی شهرک باریکاپ که شما اشاره کردین بر ما بیشتر معلومات بدین که این چگونه هست در اینجا؟ پارک صنعتی زراعتی باریکاپ بر گستره 2000 جریب زمین که فاز اولش 570 جریب زمین بود، کارهای زیربناییش تکمیل شد. زمین برای شرکت هایی که درخواست داده بودن، کمیته تخصصی است که بررسی میکنه درخواست تاجران را و ما همچنان برای تاجران زمین را از این طریق پیشنهاد میکنیم به شورای اقتصادی، شورای اقتصادی هم تایید میکنه که در بیش از 50 پارک صنعتی چگونه تامین شده. خب در حال حاضر زمین توزیع شده، اما کارخانه داران آمدن که برشان بر کارخانه خود تعمیر بسازن، کارهای ساختمانشون شروع کنه، بعد از این باز اونا درخواست میتن که ما به خاطر این کارخانه خود اینقدر مقدار برق ظرفیت وجود داره که بتونه شرکت برشنا در این زمینه کمک بکنه. بله، تفاهم نامه‌ای که به امضا رسید و سرمایه گذاری که سوی سکتور خصوصی در این راستا صورت میگیره در بخش‌های مختلفی که در برق رسانی نیاز هست و یک گام بسیار مثبت هست که بنا میایند و حاضر میشن که به خاطر تامین برق کارخانه هایشان همکاری کنند با شرکت برشنا و در این زمینه بنا سرمایه گذاری بکنند. شما با توجه به تفاهم نامه و برنامه هایی را که اشاره میکنین خوشبینانه صحبت میکنین به این که صادرات افغانستان قرار است شما او را ارزش را بلند ببرین، اما ناامنی ها در افغانستان نگرانی ایجاد کرده و حتی همواره گفته میشه از فرار سرمایه ها در افغانستان، از فرار سرمایه گذارانی که مسئولیت بر سرمایه و سرمایه گذار در افغانستان وجود نداره. در این زمینه واقعا با توجه به چنین شرایط فکر میکنین هدف را که تعیین کردین برای بلند بردن ارزش صادرات بتونین او را به دست بیارین؟ خب اگر یک نگاه به حجم صادرات ما در سالهای قبلی بندازین، میبینین که سیر صعودی داریم، ما رو به بالا میریم. ما سال گذشته در حدود 875 میلیون دلار آمریکایی صادرات داشتیم و این سال ما 1 میلیارد دلار هدف تعیین کردیم. ما چند سال پیش 555 میلیون یا 544 میلیون دلار صادرات داشتیم. میبینیم که هر روز ما از موارد رکودهای بوده و تعداد از سرمایه گذاران دیگر سرمایه گذاری نمی کنن یا ترک کردن به نوبه. در حال حاضر شما میبینین که سرمایه گذاران علاقمند گرفتن زمین شدن، درخواست دادن و ما بیش از 70 درخواست تنها در پروژه باریکاپ بررسی کردیم که برای تعداد بیشترشان از سوی شورای اقتصادی زمین توزیع شد و همین گونه در دیگر ولایت ها روند توزیع زمین سریع شده و در قسمت جذب سرمایه گذاری ها در سکتورهای مختلف شما گزارش هایی داشتین در مورد سکتور آهن که گفتین که افغانستان به خودکفایی نزدیک شده، اما گزارش هایی هم داشتیم که این سکتور با مشکلات روبرو هست با سیاست دمپینگ کشورهای همسایه. ما در وزارت صنعت و تجارت هر سکتور را به گونه جداگانه مطالعه کردیم، شروع کردیم. ما سکتور را هم شروع کردیم، برش یک پلان عمل ساختیم. وزیر صاحب صنعت و تجارت جناب احمدی صاحب یک پلان عمل که دو یکی خوب سرمایه گذاری خود سکتور آهن نشان میده که میتونه دو معدنی که در ولایت پنشیر مشخص شده با سرمایه گذاری بکنه و همین گونه در قسمت ممنون از شما. ممنون. سمیر رضا، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت.